ببخشید این مراسم حرکات موزون و پایکوبی تا کی ادامه داره؟ قطع نمیشه؟ ای بابا همون ادامه مراسم نامزدی هدیه. بله بله. خب اقلا قطعش کنیم، میخوام یه صحبتی کنیم، گپی بزنیم، پیام تبریکی من میخوام بگم. خب بسته دیگه، بسته بذار صحبتهایشون بکنه. بفرمایید. بله. خب ما در خدمتیم، بفرمایید. خواهش میکنم. بنده در وهله نخست به نوبه خودم جا داره که این ازدواج فرخنده رو خدمت دو خانواده محترم سالار عزیزم، سالار جان و سردار جونم تبریک بگم. آفرین. اصولا این ازدواج دستاوردهای مهمی رو برای کل برره داشت که میتونیم اشاره کنیم به برقراری صلح و آرامش میان دو طایفه بزرگ بالا برره و پایین برره که بسیار جای مسرت و خوشحالی داره. به به، آفرین، احسن کیانوش. اما یه چیزی رو میخوام بگم ها، این پایین برره یا تو خوابم نمیدیدن یه روز بیان دخترم بالا برره بگیرن. اتفاقا اشتباه نکنی، شما اصلا باورت نمیشه که شیر فرهاد من دختر شما رو بگیره. خواهش میکنم، خواهش میکنم، شما دیگه الان با هم فامیل شدین، اقلا رعایت دختر و پسرتون رو بکنی. به افتخار شادومات کف مرتب. برو اینه اومدن. چه دامادی چه کفی، ما که هنوز لیلون رو ندیدیم. شیر فرهاد جان شما اول خونت رو آماده بکن، هر وقت خونت آماده شد ما یه عروسی هم برات میگیریم، شما لیلون هم میبینی. آخه دختر من شهر بوده، تحصیل کرده، تو خونه ای که آماده نیست اصلا نمیتونه بیاد که. خب با اجازه ادامه بدیم ما. بله ادامه بدیم. نیکوف بیا، بیا مشغول شو، بیا بیا ادامه جشن رو بدیم. ها دست بزنیم. بله ها بچه. شیر فرهادم یه چیزی رو ازت بپرسم، راستشو به موات بگویی؟ بگویم. از ازدواجت راضی بیدی؟ راضی بیدم. یعنی هنوز نبخوای طلاقش بدی؟ نه هنوز نه. من فکر میکنم که شما چقدر با هم تفاهم داشته بیدی، اصلا چی فکر نبکردم. آخه زندگی تو خیلی طولانی شد پسر. این چه حرفیه میزنیم؟ بذاریم یه 24 ساعت بشه برن زیره یه سقف بعد. خب همینم خیلی طولانی بید، من فکر نبکردم بیشتر از 2 ساعت دم باید. تو تاریخ برره سابقه نداشته بیدی یه بالا بررهی با یه پایین بررهی اینقدر طولانی زندگی بکنم. به هر حال من که امیدوارم این ازدواج پردوام باشه و وصلت، این وصلتی که در واقع وجوده شیرینش بیروز به روز بیشتر و بیشتر بشه در واقع. بله. چی بود؟ خب اینا چیه؟ تیر در وشتی؟ از کجا؟ از کی؟ ترسیدی جیگر؟ بله تقریبا سفنگ خودمان بود. تازگی ها ماشش خراب شده. اینی که سرد و گرم که بشه از خودش تیر در بکنه. خطرناکه، بدین درستش کنه. اینطور بهتر بیده، خرابش بیشتر به درد بخوره. چی و گفتی؟ داشتم خدمت رو عرض میکردم که من امیدوارم که این ازدواج پردوام باشه و روز به روز وصلت. بس دیگه، حالا حال من به هم خوردی، کافیه دیگه. تو کی میخوای که از اینجا وشی؟ وشم؟ یعنی چی وشم؟ یعنی اینکه جلو پلاست جمع کنی، دست زنتا وگیری، از اینجا وشی. من جایی ندارم وشم. اون دیگه میتونی بری به جهنم، میتونی بری به درک. این دیگه مشکل خودت بید. خیلی دیگه داری زیادی، یعنی داری حرفای عجیب غریب میزنی کم کم. تو کوری؟ تو نببینی که من زن گرفتم احتیاج به یه سقف مشترک دارم؟ از این لحظه 1 ساعت وقت داری که از اینجا جلو پلاست جمع کنی وشی. یک ساعت دست همین حالا شروع بشه. یعنی چی؟ ببینم مثل که یادتون رفته شما از اول به من قول دادین محل زندگی منو تامین کنی. یعنی ما گفتیم؟ بله شما گفتین، همون موقع که اصرار کردی سحر نازو من بگیرم بهم گفتی. چی و گفت؟ چی و گفت؟ و گفت که سحر نازو ما به زور بهش فدا دیم. گردن شکسته ما بودیم که اصرار نکردیم، یا تو اصرار نکردی سحر نازو به زور نگرفتی. مثل این که اصرارهای اولیه خودتون یادتون رفته. سحر ناز ویا 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 چی میگه شوهرت ویا؟ تو چه هیجانی داشتی؟ سحر نازو باید وکشه
من اصلا چرا سهی داد میزنیم هنجرتون رو؟ من الان یه چیزایی داره یادم میاد. سهرناز احتیاج نیست. من اصرار کردم. یاد اصرار با من بود. آره حالا درست شد. حالا زودتر ورو جلو پلاست جمع کن، کار داریم. این یکی دیگه شرمندم از اونجایی که جایی ندارم برم و بعد حتما یه جا پیدا کنم که از اونجا برم، این پنبر از گوشتون در بیاری. یعنی پس نمیری؟ متاسفم، هستم در خدمتتون. خواهش بکنم، خدمت از ماست. شیرفرهاد نوازن، تو نوازن، تو تازه داماد دیدی، نبخوام دستت به خونش آلوده باشه. یک ذره صبر کنی، توفنگ خودش انجام وظیفه بکنه. میگم من میرم، من قول میدم که حتما برم، ولی یه ذره بیشتر به من زمان بدی، یک ساعت خیلی وقت کمیه. ما توی برره وقت اضافی نداریم، ایجا وقت تلاست. البته کاملا واضح و مبرهن هستش که اینجا وقت حکم طلا رو داره با توجه به فعالیت زیادی که شما در برره میکنید، ولی قبول بفرمایید یک ساعت وقت برای اسباب کشی و پیدا کردن یه جای دیگه خیلی وقت کمیه، این از من قبول کنید. یک ساعت وقت بید الان و شده نیم ساعت، نیم ساعتش ورفت، از حالا نیم ساعت وقت داری برای همه این کارا، وگر نه با ای انگشتم ای دماغم هم میخارنم. وگویی ویایی اما نه ویایی، وگویی نه ویایی، پس به انتظارت وشینم. درست وشناختم تو را. دیگه گندو شده من در میارم. چه وشده؟ داداشتون میگن چون ازدواج کردم ما باید اینجا رو تخلیه کنیم. مسخره است، یک ساعت به بنده مهلت دادن، گفتن اگه ظرف یک ساعت اینجا رو تخلیه نکنی من آخه چجوری یه ساعت اینجا رو؟ ببین من زبونه اینا نفهمم، حداقل تو برو باشون صحبت کن، بگو یک ساعته نمیشه ما یه جا رو پیدا کنیم اینجا رو تخلیه کنیم. وگو کی بهت و گفتن که یه ساعت بیشتر وقت نداری؟ ها سر و پیش. پس وجم یه رو بیشتر وقت نداریم، وگرنه وجم هنو ایجایی. حالا 6 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداری. خودم میدونم، اومدم ازتون سوال کنم که این دور و برای هتلی چیزی سراغ نداریم. هتل دیگه چی؟ هتل محل اقامت توریست، گردشگر. ما اینجا گردشگر نداریم، مگه ایجا پارکه؟ اگه غریبه پا ایجا بذاره قلم پاشو وش کنه. آخه اومدیم ما یه مسافری گذری اومد از اینجا رد شه. من با مهمان نوازی ذاتی که در اهالی برره سراغ دارم خیلی برام عجیبه که شما یک جایی برای اینکه از مهموناتون پذیرایی کنید در نظر نگرفته باشی. ما از این قرتی بازی ها اینجا نداریم. حالا الان مونده 3 دقیقه. شیفرهاد ببین، آخه من میخوام که در واقع میخوام اینو برای توضیح بدم که چیزه. حرف زیادی نوزن، وقت داره میگذره. حالا شد 2 دقیقه و نیم. حالا شد 2 دقیقه. خیلی ممنون، تموم شد. متشکرم. دست شما درد نکنه. 20 تومن وشت. برای چی؟ برای این کمکی که بهت کردم. شما که فقط این دستتون به بار بود ما اومدیم اینجا. همین دستم که به بارم، میدونی چقدر کاره؟ میدونی چقدر ارزش داره؟ یالا 10 تومن وشت. کیانوش پول این شیرفرهادو بهش بده، خیلی زحمت بکشید تفلک. بله پیش پاتتون اصلا خیلی زحمت کشیدن اینشون. بفرمایید. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب ای که 10 تومنه که. خب بله خودتون گفتین دیگه، 10 تومن. نه 10 تومن واسه کمکیه که کردم، 20 تومن دیگه واسه که وسایل تا در خانه انداختی. برو آقا میرم وسایلمو یه جا دیگه پهن میکنم.
نه هیچ برره ای نوزار دم خانش فرش پهن و کنی ده تومن وده خودتو راحت بکن به خاطر خودت بگو آه بیست تومن وده یعنی آه زود باش آه خب دیگه تو کم و کسری چیزی نوداری ها نه دیگه خوبه همه نه خب پس ما بریم کجا ببخشی آه خانه دیگه خانه که ما رو از خانه بیرون کردن دیگه مگه ندیدی دیگه خانه نداریم الان بریم تو خانه نداری که بری قدم سهرناز روی چشم ماست هر وقت خانه پیدا کردی ورگرد ورو آتشه بریم بابا تازه یه نفس راحت بکشم خوب شد اصلا خوب شد اینجا چه خبره؟ سلام علیکم من بیرونم کردن از خونه خب ما که جا نداریم بریم که وسایلمو جمع پهن کردم اینجا بی خود پهن کردی؟ مگه اینجا طویله هستم؟ جمع کن وسایلت مردم میخوان رچن از اینجا خب اگه بخوان رچن که اینور جا هست از اینجا میتونم ببندون حلقت رو حرف منم حرف نزن بده اون تفنگت اینو خلاص کنم مردم بتونن رچن از اینجا اصلا خشونت لازم نیست من وسایلمو جمع میکنم اصلا خشونت لازم نیست تا 5 دقیقه دیگه اگه وسایلت از اینجا جمع نکنی یک گلوله حرومت میکنم من نمیفهمم چرا هر کی میخواد گلوله حروم کنه اینجا یاد من میفته چه معنی داره خب یکی به من میگه من کجا برم شیربزداز تو کار خونه هست برو پیش اون بهت میگه شیرفهم شد وسایلمو چیکار کنم وسایلت اشکال نداره خودت هیکلتو بردار از اینجا برو الا پاشو بگیرم چشمم شرمنده از این که مزاحمتون میشم میخواستم ببینم یک منزل نقلی برای بنده تو دست و بالتون هست چند نفر بیدین؟ من و خانومم هستیم آه شما خانمتون متأهل بیدین؟ بله متأهل هستم آه من شرمنده بیدم واقعا توی برره خونه اجاره فقط مال مجردا بید ما اصلا به این متأهلین اصلا خونه اجاره نبدیم عجیبه همه جا همه جا به مجردا خونه اجاره نمیدن اینجا به متأهلا خب این واسه خاطر این بید که توی برره همه متأهلا خودشون خونه وردارن های مجردای بدبخت بیچاره میدن که باید دنبال خونه وگردن همینطور عجیبه این متأهلا اون وقت از کجا خونه میارن من چه بدونم چرا اینقدر وقت من وگیری و فرما گفتم ندارم به بنده بدیم بشینم دو دقیقه این بغل ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزن شرمنده بیدم من واقعا شب متأهل جماعت نبتونه یه جا وگیر بشینه برو خوشه خونت وگیر بشینه عرض کردم که خونه ندارم اصلا متوجه نیستیم شما دیگه مشکل شما بله. بی مشکل من نبید بله مشکل منه بله باشو باشو جو در خونه مردم نبشی باشو من نگاه بکنه باشو کی بید اینجا نشسته بود؟ پاشو ببینم ما چی کار میکنیم؟ به دیوونم کردی؟ پاشو ببینم حساب نداشته بیدم آروم الان ازش دود بلند میشه یواشتر چشمم سلام علیکم چیه؟ من ازتون یه خواهشی دارم اومدم که منو بازداشت کنید به چه جرمی؟ بدون جرم مگه نمیشه؟ سرجوخه بله اینه یک شتله بزن بنداز بیرون چشم نه نه اجازه بدین یه لحظه من یه جرمی مرتکب شدم من سرقت کردم جیب یه نفر رو زدم سرقت کردم؟ بله بله سرقت کردم سرجوخه بله اینه ببر که 2 سال زندانی بکشم چشم من اجازه بدین آخر 2 سال حبس که نمیشه که شما اول یه پرسجویی بکنید یه سوال و جوابی یه تحقیقی بکنید ببینید خب اگه ما اینجا بیکاریم که سوال و جواب و تحقیق بکنیم ببرش سرجوخه 2 سال زندان چشم نه اجازه بدین من میگم که من دروغ گفتم دروغ گفتم الکی گفتم دروغ گفتی؟ بله. مگه ما اینجا مسخره تو هستیم که دروغ گفتی نکبت خجالت نمیکشی مامور دولت رو مسخره میکنی ببره 4 سال زندانی بکشن چشو اجازه بدین آقا به خاطر سرقت نکرده که کسی رو حبس نمی کنن که شما رو ببین اصلا من شاکی دارم یا نه این پتوک شاکی داره یا نه نه قربون شکایتی نداشته با یک شتل اینو بنداز بیرون بندازش تو کوچه گم شو یک دفعه دیگه این طرفو پیدا بشه 15 سال زندانی بهت میدم برو آخه چرا برو کار از آدم یانوش چته؟ چرا انقدر پکر بیدی؟ اصلا امرو با من صحبت نکنین آقا من اصلا امرو حوصله ندارم آه.
مگه چی شده؟ هیچ کس معلوم نیست تو این خراب شده چه خبره؟ یه آدمی که متأهل پول نداره باید بی خونگی بمیره. اگه این کافه هم نبود که 5 دقیقه ما کجا می‌رفتیم می‌شستیم استراحت می‌کردیم؟ اینجا هم چاینه خودتو که بعد بخوری پات باشی وریا. اینجا محل کسبی، محل بخور و خواب نبید که. اوستا وفهم اینجا بیکار و نشستی ناراحت بشه. به جهنم که ناراحت میشه. من نمی‌فهمم یه آدم متأهلی که پول نداره خونه بخره. باید داره بمیره آقایون. چرا زمین نبخری؟ زمین که ارزون بی، تازه روی زمین وامم بدن. گوش بگیر حرف نزن تو، نگاه کن بکن من چی میگم. این زمینا رو سردار خان برا بگیر. زمیناش همچین وامای خوبی هم داشته بود. بابا سردار خان و کیانوش زمین نوفروشه که. چرا آقا وفروشه خوبم وفروشه. به سلام آقایون، به به کیانوش، حال چطور بید؟ دلم براتون تنگ ور شده بید. به حال خوب بیدن. شما پدر مادرت از هم جدا شده بیدن که معافی گرفتی؟ نه خیلی، من مرخصی برگرفتم. خب این دوبرریه کجا بید؟ اها دوبرریه بهش مرخصی نمدادن. الان همون شاه تپه نشسته بید، این ببر زخمه به خودش بخورد. منتظر بید که مرخصی وگیره بیاد تکلیف لیلون رو روشن بکنه. بله آیه چاینا خود بده چی چه خیلی تشتما بیده. همچین لاغر بکردی را بله بله میسی چی ایزباره بیده الکی چی نبید بخور بخام چی نبید ایزباره بیده. ببین کیانوش، ما زمین اینجا زیاد داریم اما به شما زمین نمیفروشیم. چرا؟ چرا؟ باز میگه چرا؟ مثل که این اصلا تو باغ نیستی ها. آقا ما زمین به پایین برره این نمیفروشیم خلاص. من نمیدونم آقا، اگه اونا مشتری هن منم مشتری هم، اگه اونا دارن به شما پول میدن منم دارم به شما پول میدم. اصلا خودشو میزنه ای پولشو بره خما بکشه. شما پایین برره فکر بکردی همه کارهای دنیا رو با پول بشه خرید؟ الهی خدا تو رو بکشه، اون شیرفرهادم بکشه که اومد با کلف دخترمو و گرفت و برف. هیچ ناراحت نباش شخشم شد خانم، همین که دو برره از ایزباری برجرده ببینی شیرفرها چه غلطی برجرده، نسل کاملا پایین برره منقرض بکنه. حالا یک راه حلی برای اون پیدا میکنیم. الان ببینم اگر من زمین شما رو گرونتر بخرم یعنی پول بیشتری بدم بازم به من نمیفروشین؟ البته اگر یه مقداری بیشتر پول بدی یه کمی هم پاچه خاری بکنی ممکنه یه فکری وسط بکنم. نه گرفتی الان سردار. ببین ما ترونیا هیچ وقت پاچه خاری نمی کنیم. یعنی اونجایی که من زندگی میکنم اصلا پاچه خاری بلد نیستن، نمیدونن چیه. همه چی طبق ضابطه است، طبق رابطه نیست. آها گرفتم، پس بلند شو زمین فروشی هم نداری به سلام. البته من جدیدن خب حالا نبودم خیلی وقت اینجا، میگن یه جورایی رایج شده اینا. من بلد نیستم. آها جان نسار یادش بده که بدونه. حالا هیچ ناراحت نباش گوش بکن ببین من چیکار بکنم. ای سردار خان، ای آلمالو، ای شفتالو، ای خورمالو، عاشق اشته حلم بادن جان، ای کاملا براره اصل که لحظه تهرونی بداره الهی قربان فگردم. احسن جان نسان یاد گرفتی اینه میگم. نمیشه من یه مقداری گرونتر حالا پرداخت کنم این مبلغو پاچه خاری نکنم؟ نه آقا کیانوش نبشه. نمیشه 90 درصدشو من نقده حساب کنم 10 درصد پاچه خاری کنم؟ البته یک کمی پاچه خاری بکنی ممکنه بتونم یه کاری واسط بکنم. بله بسنی یخی پولون بیر تیرا میسو شیرینی دانمارکی. آها سردار خان فرکو هم چفون بید گناه داشته بید، یه مساعدتی باش فرکو قبول بکن بشه. تو چقدر با مهر و صفا و با عطوفتی. چش شاخشم شد خانم چش. خب چطوره؟ خوبه؟ خوبه، بد نیست. سردار متر چند؟ این دیگه برای تو متر 12 تومن. او خیلی گرونه، خیلی گرونه. من قیمت گرفتم خودم، بهترین زمین توی برره متری 5 تومنه. الان هم متری 5 تومن به کیانوش. ببین 3 تومن به خاطر اینکه پاچه خاره نوکرده و یا دروش، 2 تومن به خاطر اینکه پایین برره هسته و یا دروش، 2 تومن دیگه هم به خاطر اینکه وامت خیلی زیاد بید و یا دروش. حالا وخای وخای نوخای هم نوخای، اصلا زمین نوداره. او حالا چه زودم غر میکنه دلنازو که واسه من. باشه بابا
سردار من فکر میکنم 400-500 متر دستمه. ببین کیانوش، ما 1000 متری کمتر نداریم. آره ای بابا نه. کشتیم منو. بسیار خوب، حالا وامشو زود میدن؟ بله وام چه آماده است. شما هر وقت پولتو وداده میری دایره وام، اونجا وامتو بگیری. دایره وام؟ بله. دایره وام کجاست؟ بگر نموش راست دایره وام همون سلمونه میکنه اون دکتر. دکتر جکون میری پیش اون، وقتی چی پولتو وداده وامتو بگیری، اون وقتی چی خیالت راحت بشه. متشکرم. بله. خانه آماده بید حالا به و فرمایین که کی عروسی بگیریم. تزئینات و دکوراسیون داخلی تمام بشو. ای که الان ای که گفتی یعنی چه؟ وای نگی جای شیر فرهاد، یعنی شما واقعا نبدونین دکوراسیون و تزئینات داخلی چی بید؟ آره نبدونه متا ای الان یه لحظه یادم رفت. یعنی خونه خوشگل مشکل بشه. لیلون تحصیل کرده بید، از شهر اومده بید، بشه دوست آشناهاش آبروش نبره. همین آه ای خونه هم مشکل بشه هم خوشگل بشه. اتاقا رو چه رنگی کرده بیدی؟ آه ای مشکی. ایوا ای مشکی، مشکی برای چی؟ حق برای که ای یه حالت سنگین باوقاری داشته باشه، بعدم نور توش نویاد. نه نه من اصلا مشکی دوست ندارم شیر فرهاد، به رنگ بندی خوب فکر بکن. خب هر رنگی که شما دوست داشته باشی من همون رنگو بزنم. خب واسه یکم فکر در بکنم. ببین بنفش و یشمی خالدار چطور بید؟ الهی قربونت برم با این سلیقه خوشگله، چقدر خوشگل فکر بکر، خیلی قشنگ بید. تمام وسایلت هم بنفش و یشمی خالدار بگیرم. همه را بنفش و یشمی خالدار بگیریم، تو بازارم اینا پر بید. بسته، حالا بعدو برو زود حاضر بکن. بدو برو حاضر بکن. در واقع من شنیدم که شما به غیر از طبابت و آرایشگری یک در زمینه وام و اینا هم فعالیت میکنید. اومدم خدمتتون برای وام صحبت کنم. ببینم اینجا این قانون تک شغلی رعایت نمیشه نه؟ مگه جاهای دیگه رعایت بشه؟ خب راست میگین، جاهای دیگه هم رعایت نمیشه، نصف مردم بیکارن، بقیه 4 تا شغل دارن. سیاسی هر در نکنه یا برای خبر بکنم. خب بسیار خب، مسئله ای نیست، من دیگه از این حرفو نمیزنم. میخوام ببینم که الان برای وام مسکن من باید چی کار کنم. چند سالت بید؟ 30 سال. خیلی خوب موندی ها، دستتون درد نکنه. 30 سال تموم؟ بله بله. خب به شما وام تعلق نمیگیره، وامای ما تا سقف 30 سال بید. وام تعلق نمیگیره. من الان هرچی دارم فکر میکنم میبینم که یه 4-5 روزی مونده 30 سالم تموم بشه. خب مشکلی نبید. خواهش میکنم. متأهل هستین دیگه نه؟ بله بله متأهل هستم. به شما وام تعلق نمیگیره. چرا؟ وامای ما مخصوص مجردا بید. اخ اخ اخ، تو نمیدونی چقدر خلق و خوی من شبیه مجرداست. اصلا همین خلق و خوی بید. اصلش همونه دکتر جان. خب زمینی که خریدی کجا بید؟ بالا برره است. اون که خیلی بد بید که. چرا؟ برای ساخت ساز بید با پایین برره یا تو بالا برره وام تعلق نمیگیره. جدی میفرمایی؟ الان چی؟ البته خیلی ممنون، ولی دست من نبید. سردار خان باید دستور بده. درسته که ما به شما وام. خب اصلا مشکلی نداره، من زمین رو از خود سردار خان خریدم، در اون زمینه باشون صحبت میکنم. باشه، ولی خود سردار خان تا دستور نبده وام تعلق نمیگیره. بسیار خوب، پس اون مبلغ آخر رو که خدمتتون دادم بهم پس بدین. چه مبلغی؟ داری به من پیشنهاد رشوه بکنی؟ نه خیر، دارم بهتون پیشنهاد میکنم اون مبلغ رشوه رو پس بدیم بهم. پس داری از خودت تهمت در بکنی؟ نه آقا. یاور! بابا یاور! چیکار میکنی تو؟ اینا چقدر عصبانی هن؟ برو. خب میرم باهاش صحبت میکنم، همه چیز مرتبه، من برمیگردم. راست گفته دیگه، وام به پایین برره تعلق نمیگیره عزیزم. یعنی چی؟ پس چرا با من گفتین روی این زمین وام میدین؟ هنوزش هم میگیم میدیم، ولی به پایین برره وام نمیدیم، وام مال بالا برره. یا مسخره کردین منو؟ پس چرا زمینو به من فروختین؟ همش که یادت رفته ها، اومده بود اینجا التماس میکردی، خواهش میکردی، گریه‌زاری میکردی، این شاخ شمشاد بسادت کرد که من زمینو به تو فروختم. واقعا چه زمینی بیدا، حیف نبید به این فروخته بدین؟ بله بله واقعا حیف، واقعا حیف بید. مفت مشالله ما سنگمون در بیاد. اصلا ناراحت نباشین، پولمو پس بدین، زمینتونو پس میدم. ببین کیانو، جنسی که فروختیم دیگه پس گرفته چی نمیشود. تمام. عیبی نداره، من زمین همین امروز میفروشم، اگه شده زیر قیمت همین امروز میفروشم. خوب چرا میخندین؟ میگم آخه حرف خنددار بزنی. کجای حرف من خنددار بود؟
بابا هیچ بالا برره ای از پایین برره زمین نبخره. خب یه پایین برره ای بیاد زمینو از من بخره، من ارزون میدم زمینه رو. بابا هیچ پایین برره ای تو بالا برره زمین نبخره که. ای بابا دیگه دارین گندشو در میارین ها. منو غریب گیر آوردین، هر بلایی دلتون میخواد دارین سر من میاری. من سالار خان پدر زنمه، حالا ببینید چی کار میکنم. شیر فرهاد و سالار خان اینه شیر پای سر من واسدادن. متشکرم. روی ما حساب نوکن، ما نوتانیم از تو پشتیوانی وکنیم. یعنی شما هم نمیخواین کمک من کنی؟ نه خب تقصیر خودت بین، وخواستی از بالا براره یا زمین نوخری. حالا من یه اشتباهی کردم، شما نمیخواین کمک کنی من پولم پس بگیرم؟ آخه نباشه، به این کار میگن زمین تپون. ما سه چهار تا بالا برنی رو همینطوری زمین تپون کردی، پولشو ندادی. حالا چجوری پول تو رو پس بگیری؟ تو اصلا اینجا چه کار بکنی ها؟ مگه قرار نبی تو خانه نبخرید اینجا پیدات نباشه ها؟ ای وای این از همسر من، این همسر من. با سلام علیکم، من دیگه طاقت ندارم، من اومدم منو خلاصم کنید، من خودم اعتراف میکنم، منو بفرستید حبس دیگه لطفا، من دیگه طاقت ندارم دیگه. من با این کرمی خلا من چه کار بکنم؟ بدون جرم نمیشم، شاکی دارم؟ نه قربان، راجب سرقت اصلا گزارش نشده. پرک کن بیرید. نه اجازه بدید، من شما مگه نگفتید من خودم دارم اعتراف میکنم که بنده سرقت کردم؟ شما هم گفتید که سرقت مجازاتش حبسه، الان من دارم اعتراف میکنم، بنده رو بفرستید حبس من خلاص میشه. آقا جان بدون شاکی نمیشم، پرتش کن بیرون. اینا یاور میدونید که چرا من شاکی ندارم؟ نه نمیدونی چرا؟ به خاطر اینکه اونی که من ازش سرقت کردم بعد زدم کشتمش، واسه همین دیگه شاکی ندارم. اگه اینجوری هست که دیگه پرونده‌ات کاملا مختومه است، برای اینکه دیگه از طرف اصلا نیست که بیاد شکایت بکنه. بله پرت کن با دو تا شتر بیرون. گوشو شون پیدا کردی. Grazie, signor Canu. Grazie, signor Paco. Grazie. حالم خیلی بده سینیور، خیلی. Grazie. من تو یه چیزی موندم سینیور. این شیر فرهاد با این همه زرنگیش چرا به جای اینکه بره خونه سردار خان دومات سرخونه بشه خودش میخواد خونه زندگی درست کنه؟ تو برره کسی نمیدونه دامات سرخونه یعنی چی. چی گفتی؟ گراز گراتسیا گراتسیا. ببخشید آقایون، کدوم یکی از شما دقیقاً اطلاع داره که دومات سرخونه چیه؟ چی؟ دومات سرخونه. دومات سرخونه؟ بله. دیگه چی بیده؟ حتما اسم یه بازی بید، حتما اسم یه حیوان بید، شترگاف پلنگ. آره همینه، شترگاف پلنگ. ها گوش بگیر ببی چه بگویم. او دوتا دیوار بنفش وشید، ای دوتا دیوارو یشمی خالدار وزن. خالهای سیاه براتون وزنم یا خالهای سفید؟ ها خالش صورتی باشه که به رنگ یشمی ویاد. 15 تومن باشه. حالا ای کار اوه کن بعدن حساب. نمیشه، من تا پولشو نقد نبگیرم کار نوه کنم. گوش وگیر ببی چی بگویم. الا دست بالم تنگ بید بعدن جبران وکنم جیگر. حالا که دست و بالتون تنگ بید عجله نبکنید، هر موقع دست و بالتون باز شد میام براتون رنگ بکنم. وگیر ای 15 تومن. نه شیف فرهاد این کارو نکن، دست دیگه دار. چیه تو اینجا چه بکنی؟ قبل از اینکه اون پولو بدی میخوام راجع به یه مسئله مهمی باهات صحبت کنم، یه لحظه با من بیا. آخه تو چرا میخوای خرج کنی؟ تو چرا میخوای رنگ کنی؟ تو چرا میخوای خرج دکوراسیون کنی؟ تو برو خونه سردار خان، این کارا رو همه رو برات انجام میدم. قشنگ بگیر بخور و بخواب. دیگه چی بهتر از این؟ نه اصلا حرفشو نبزنید، اصلا این کار غیر ممکن بی. عجیبه ها،
لیلا خانم شما یه چیزی بگین، شما که رفتین شهر دیدین این چیزا مود اونجا تاثیر کردین، فهمو کمالات دارین، من نمیدونم نمیشه این رسما رو نادیده گرفت. آخه میدونی آقای کیانوش، آخه تو شهر نه که خونه ها گرونه، اجاره ها بالاست، یکی خب مجبورن از این مود از خودشون در بکنن، وگرنه ما که اینجا مشکل مسکن نداشته بودیم اصلا. شما یه لحظه بیا بیرون، من خصوصی با شما صحبت کنم. بفرمایید. تو غلط بکنی که بخوای خصوصی با لیلون صحبت بکنی چرمنگ. خب شما هم بیاین بریم بیرون با هم ستایی خصوصی صحبت. بخواد بسر به خصوصی نوه داشتی. خب شما هم بیاین بریم. ماما زشته بابا، بزن فکرم چی بگویم بعدم بهتون. کی میاد؟ شما میان، شما بیاین بریم بیرون. عرضم به حضورتون که حالا اصلا از مسئله مودش هم که بگذاریم، شما اینجا که باشین پلو پدر مادر خودتون هستین، خدایی نکرده اگر مشکلی به وجود بیاد همینجا بر دست پدر مادرت هستی، ولی اگر از اینجا بری چی؟ راست میگی، بعدم نبگویی. میگم که اصلا اینجا ما اگه پیش مامان بابام باشی اونا خیالشون راحت تره، خوشحال تره دیگه. تمام شد. تازه اصلا شما فکر میکنین تو خونه سالار خان زندگی کردن آسون؟ نه، من میخوام ببینم شما فکر. شما یه لحظه گوشتو بگی. ها گوشتو یه لحظه بگی. من میخوام ببینید شما سهرنازو فراموش نکنید. من که شوهرش هستم عاجز شدم از دست، چه برسه شما که زنداداشش هستی. نه اون که میدونی آقای کیانوش اصلا عددی نبید، من خودم هم پسش برویام. اونو که مطمئنم، اونو که الان گفتیم من مطمئنم، ولی سری که درد میکنه آدم واسه چی دستمال ببنده؟ آره سگوی اینم بد نیست. تموم شد. آره قبوله. خب آره دیگه. خب به سلامت، دستتونو بردارین شما. بردار. شما دستتون رو برداری. تبریک بهتون میگم، شما صاحب مسکن شدید. خیلی خوشحالم با یه تیر دونشون زدید. هم کار شما رو افتاد هم کار من. کار تو الان چجوری را افتاده؟ هیچی دیگه، شما میمونین اینجا، منم هم همونجا میمونم و سرنوست و همون خونه که بودم دیگه. نه من اینجا ومونه ولی اونجا رم وخم. خب برای اونجا که خالیه دیگه. خب به تو چه؟ خب هر خیلی جاها در دنیا خالیه، هر جا که خالیه تو باید بری توش. لیلا خانم خب شما یه چیز بگی آخر این اصلا خدا رو خوش بیان اونجا خالی باشه، من این همه بدبختی بکشم. اصلا اشکالی نداشته به چیر فرخود بابا. خب یه کاری بکن که بدبختان برم اون تو بمونن. به کی گفتی الان بدبخت شما؟ به شما. خب حالا چون تو و گفتی ما و گوهم باشه، با ای که این روش خیلی زیاد بید، ولی چون لیلون گفت من قبول بکنم. اشکار نداره. دست در نایی کنیسی میفرم. بس بریم مامان بابا بگیم که اینجا فرمونیم. ببخشید ها، دستون در نکنیم. خدا پدر مادرتو بیامرزه، لیلون بالاخره یه آدم دلرم تو این برقه پیدا شد. ببخشید آقا کیانوش، لطفونید 470 تومن وعده بیاد. برای چی؟ برای که من به شیر فرهاد گفتم بذار اینجا بمونین دیگه، وگرنه وگوام راتون نده ها. زود باشین. ببخشید. دست شما درد نکنه. ببخشید این گوشه نداشته بید. خیلی ممنون. لطفا کردین. ببخشید.